امروز دوم اسد برابر با ششمین سالیاد حمله بر جنبش روشنایی در کابل است. خانواده های قربانیان این رویداد که در آن دست کم 400 تن کشته و زخمی شدند از امارت اسلامی میخواهند تا عاملان این حمله را شناسایی و مجازات کنند. در این مورد هم گزارش از اسدالله حکیمی. حمله مرگبار دوم اسد 1395 بر معترضان جنبش روشنایی، حمله ای که در دهمزنگ کابل 86 قربانی گرفت و نزدیک به 300 تن زخمی بر جا گذاشت. خانواده های قربانیان این رویداد مرگبار خواهان شناسایی عاملان این رویداد هستند. حکومت خواست ممیست که باید به عدالت برسه. کسی که شهید داده، کسی که چه داره معلوم داره سمگی عدالت میخواه، باید دقشان برسه. به گفته آنان بیشتر قربانیان این حمله جوانان دانش آموخته بودند که در برابر بی‌عدالتی و تبعیض دست به اعتراض زده بودند. دعای همه یزدان ما عدالت بود و اون روز مصداق بی‌عدالتی همین تغییر پروژه برق بود که از مسیر هزارجا تغییر داده شده بود. ما من حیثی یک عضوی کوچک از خانواده شهدای جنبش روشنایی تقاضای ما است که عاملین حادثه علمناک دهمزنگ را به دادگاه کشانیده و عاملینش را به دادگاه بکشانه و جزای اعمالش برسان. رهبری جنبش روشنایی هم میگوید برای شناسایی و به دادگاه کشانیدن عاملان این رویداد با حکومت کنونی و دادگاه‌های جهانی صحبت کردند. آنان رهبری حکومت پیشین را عامل این رویداد دانسته و میگویند که حکومت پیشین اعتراض های مدنی را سرکوب میکرد. ما به صورت واضح برای تصور هستیم که در رقم زدن این فاجعه حکومت آقای غنی به صورت مستقیم در طراحی، پلانگذاری و عملیات حادثه نقش داشت و باید که امارت اسلامی افغانستان احقاق حقوق بکند. دایه شهدای مظلوم جنبش روشنایی و خانواده های شهدا را ما از جامعه بین المللی، خصوصا از سازمان ملل متحد می خواهیم تا در این رابطه یک تحقیق بی‌طرفانه و همه‌جانبه صورت بگیرد تا عاملان اصلی این جنایت به خانواده شهدا، به اعضای جنبش روشنایی و به مردم افغانستان مشخص شود. جنبش روشنایی در اعتراض به تغییر مسیر انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ شکل گرفت. این جنبش با حضور بیش از 100 هزار تن برای دسترسی به حق شهروندیشان برگزار شده بود. 6 سال از حمله خونین بر اعتراض صلح‌آمیز جنبش روشنایی در کابل گذشت، اما هنوز عاملان این حمله خونین شناسایی نشدند. حمله ای که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اسدالله حکیمی، تلویزیون 1 کابل.